ازبکستان برای پذیرایی از مهاجران احتمالی از افغانستان در ترمز کمپ های جدید ایجاد کرده است همزمان با خروج آخرین نیروهای غربی از افغانستان و تشدید درگیری ها در این کشور تعداد از امسایه های شمال افغانستان خود را برای پذیرایی از مهاجران احتمالی درگیری های آمده کردند بنابر گزارش ها ازبکستان یک کمپ مهاجران را در بیرون از شهر ترمز در نزدیکی مرز با افغانستان ایجاد کرده است مقام های تاجکستان نیز برای ایجاد چنین کمپ ها ازار آمادگی کردند با گزارش یک سایت معتبر ازبکستان مقام های این کشور به تازگی یک کمپ را در بیرون از شهر ترمز در نزدیکی بندر ایرتان در مرز با افغانستان ایجاد کردند ظاهرا گفته می شود هدف اساسی ایجاد این کمپ پذیرایی از مهاجران احتمالی درگیری های افغانستان عنوان شده است اما این احتمال نیز مطرح شده است که شاید امکاران افغان نیروهای امریکایی که در انتظار دریافت ویزای ویژه مهاجرت امریکا هستند در این کمپ ها یا کمپ های دیگر در جمهوری های آسیای میانه جابجا شوند ابرار قربان مرادوف یک گزارشگر محلی روز سهم جولای تلاش کرده است که از خیمای کمپ ترمز بازدید کند اما با ممانعت جدی مسئولان امنیتی محله مواجه شده است خبرنگاران ازبک به سایت یوروشیانت گفتند کارمندان امنیتی توضیح دادند که در داخل کمپ خیمه های برای وضعیت اضطراری یا غیر منتظره ایجاد شده است پل دوستی در شهر ایرتان که بر فراز دریای آمو مرز طبیعی میان افغانستان و ازبکستان بنا شده است 18 کیلومتر از شهر ترمز فاصله دارد و بنابر گزارش ها کمپ در منطقه ایجاد شده است که ساکنان چندانی ندارد یک گزارشگر دیگر که تجهیزات کمپ را میشناسد گفته است که دستکم 80 خیمه بزرگ مجهز با بستر و برخی امکانات ارتباطی در محل وجود دارد این خبرنگار با افز اویتش گفته است که اوا در منطقه خیلی گرم است و او نمیداند چگونه میتوان در این کمپ در این محل در گرما زندگی کرد کمپ یاد شده از زمان ایجاد شده است که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان هفته گذشته سرگرم دیدار از امریکا بوده است در این دیدار او در گفتگوهای با مقام های امریکایی شرکت کرد که هدف از آن آمادگی تاشکند برای مقابله با یک تحول سریع امنیتی در افغانستان عنوان شده است گزارش از قول رسانه امریکایی می رساند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با کشورهای ازبکستان، تاجکستان و قرقزستان در تماس شده است تا در مورد پذیرایی موقت از حدود 9000 کارمند و امکار محلی نیروهای امریکایی در افغانستان از آنها درخواست امکاری کنند بنابر گزارش ها مقام های امریکایی تلاش دارند حدود 18 هزار تن از افغانهای امکار با نیروهای این کشور را در دوره انتظار برای بررسی درخواست ویزای امریکا به یک کشور سوم انتقال دهند بیشتر گفته شده بود که امریکا احتمال انتقال این افراد به جزیره گوام را زیر بررسی دارد در این گزارش آمده است که به درستی روشن نیست که کمپ ایجاد شده در ترمز از امکاران افغان نیروهای امریکایی پذیرایی خواهد کرد یا از مهاجران که از خشونت داخل مرز افغانستان به ازبکستان پناه خواهند برد اما تا به حال دیدن نشده است که برای مهاجران از یک کشور کشورهای امسایه آمادگی چنین بگیرند که کمپ های مجاز با سیستم های بالا فراهم کنند در هفته اخیر که طالبان تعداد از ولسوالی های زیاد شمال افغانستان را به تصرف خود درآوردند گروه های از نیروهای امنیتی و سربازان ارتش افغانستان در سه مورد به تاجکستان پناه بردند بنابر گزارش ها منابع حکومتی تاجکستان گفتند که به دنبال تشدید جنگ در افغانستان به فکر ایجاد کمپ های برای مهاجران اعتمالی افغان در نزدیک مرز با افغانستان هستند مقام های ازبکستان موضوع قاطعتر در برابر فرار نیروهای افغان به این کشور اتخاذ کردند و گفتند که چنین موارد را نقض قوانین بین المللی تلقی خواهند کرد